چالش کلامی رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. جو بایدن بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفت تهران به وعده‌های واشنگتن اطمینان ندارد. نیویورک تایمز نوشت ایران از خود انعطافی نشان نداد. با مجموعه خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها امروز داریم به آمار 45 میلیون میرسیم. ادعای دروغین وزیر بهداشت و درمان درباره واکسینه شدن نیمی از جمعیت ایران. آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد. گران شدن هزینه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در ایران. میانگین شهریه دانشگاه 20% افزایش یافت. قیمت خوابگاه و ژتون غذای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی هم گران شد. و گزارش ایران اینترنشنال از آغاز جشن سایبان‌ها در اسرائیل. یهودیان جهان عید سکوت را جشن می‌گیرند. تنش در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. وضعی که دیروز خود را در سخنرانی رؤسای جمهوری دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل هم آشکار کرد. ابراهیم رئیسی بخش مهمی از سخنان ضبط شده‌اش را به انتقاد از آمریکا اختصاص داد و از مقاومت در برابر تحریم‌ها گفت و اضافه کرد جمهوری اسلامی به وعده‌های ایالات متحده اطمینان ندارد. جو بایدن هم در سخنرانیش تاکید کرد دولتش به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد است. اظهار نظر مقام‌های ارشد دو دولت ایران و آمریکا نشان داد ادامه مذاکرات برجام همچنان با ابهام‌ها و پرسش‌های جدی روبروست. هرچند وزیر خارجه ایران در دیدار با برخی همتایانش در نیویورک از پیگیری گفتگوهای وین گفت. رئیسی در سخنان دیروزش اسرائیل را هم سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند. او در واکنش به حساسیت‌های جهانی درباره تولید سلاح اتمی در ایران هم گفت سیاست راهبردی حکومت ایران بر مبنای فتوای رهبر جمهوری اسلامی حرام بودن تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. رئیسی دیروز از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها گفت، اما در عین حال از ادامه یافتن تحریم‌های آمریکا هم انتقاد کرد و گفت فشار حداکثری واشنگتن هنوز ادامه دارد. امروز همه جهان از جمله خود آمریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. آمریکا به اشتباه فکر می‌کرد ما مستأصل می‌شویم، اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت آمریکا اطمینان نداریم. وزارت خارجه اسرائیل به سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل واکنش نشان داد و در بیانیه نوشت دولت جدید ایران به ریاست رئیسی چهره افراطی رژیمی است که بیش از 40 سال به شهروندان ایران آسیب زده است. وزارت خارجه اسرائیل اضافه کرده جامعه بین المللی باید جمهوری اسلامی را محکوم کند و از دسترسی افراطیون حاکم بر ایران به سلاح هسته‌ای و تولید آن جلوگیری کند. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل را خشمگین توصیف کرد و نوشت رئیسی در مورد مذاکرات احیای برجام انعطاف چندانی از خود نشان نداد. نیویورک تایمز همچنین بخشی از صحبت‌های رئیسی را همراه با فریاد گزارش کرد و سخنان او را در تضاد با چهره معتدل‌تر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران توصیف کرد.
و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد دولتش متعهد به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. بایدن همچنین گفت در صورتی که ایران به طور کامل به تعهدات برجامی خود برگردد، آمریکا آماده بازگشت به توافق هسته‌ای است. او بار دیگر از تصمیم خود برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان دفاع کرد. ایران آمریکا متعهده که اجازه نده ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و باید این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه و ایران به برجام برگرده و باید کاملا به تعهداتش عمل بکنه. ما هم به تعهداتمون عمل میکنیم. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از شهر مالمو در سوئد همراه ما هستند. آقای حاجی حسینی، روز گذشته رؤسای جمهور ایران و آمریکا هر دو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. ابتدا ما از همین صحبت‌های بایدن شروع بکنیم. ارزیابی شما از موضعی که رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران گرفت چی بود؟ به نظر میاد که جو بایدن توپ رو به زمین ایران میاندازه. او معتقده که جمهوری اسلامی باید قدم پیش بگذاره، دولت جدید باید قدم پیش بگذاره و همونطور که تاکید میکنه ایالات متحده رو متعهد میدونه به اینکه مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه. بچی که وجود داره در صحبت‌های جو بایدن این است که او میگه که با متحدان اروپایی و همینطور با چین به دنبال راهی هستند برای اینکه مسئله به وجود آمده رو به شکل دیپلماتیک حل بکنند و به نوعی بتونند کشورها برگردند به برنامه جامع اقدام مشترک که ما به عنوان برجام میشناسیمش. ولی موضوع این است که از اینکه آمریکا اقدام خاص و ویژه‌ای بخواد بکنه صحبت نمیشه و فکر میکنم همینجا اون نقطه چالشی است که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و دیگر طرف‌های برجام وجود داره، برای اینکه اونها هم فکر میکنند که این ایران است که باید دست به اقدام بزنه و این در حالیه که جمهوری اسلامی هم تأکید میکنه بر اینکه باید تحریم ها لغو بشه تا ایران بتونه به برجام برگرده و مصوبه مجلس رو در واقع برش تأکید میکنه که دولت باید اون رو اجرا بکنه و همین هم باعث شده است که به تعبیر دولت مردانی که الان دولت رو در دست گرفتن دستشون بسته باشه و موظف بدونن خودشون رو به اجرای مصوبه مجلس در این مورد. به طور کلی صحبت‌های رئیس جمهور ایران هم بخش زیادیش به انتقاد از آمریکا اختصاص داشت. در رابطه با صحبت‌های ابراهیم رئیسی چه فکر می‌کنید و اینکه از اون طرف هم از تعامل با جهان می‌گفت؟ او هم ترم ظلم حد اکثری رو در واقع ازش رونمایی کرد، اقدامات آمریکا رو ظلم حد اکثری دونست و باز از اون طرف هم توپ به زمین ایالات متحده انداخته شد. مسئله این است که آقای رئیسی اصولا اون مواردی رو که مطرح میکنه شاید بیشتر هواداران جمهوری اسلامی اون جریان تندرو رو راضی میکنه، نه افکار عمومی رو. او میگه که ایستادگی ما جواب داده، منتها این جواب دادن به قیمت فلاکتی است که به زندگی مردم داره تحمیل میشه و فشارهای اقتصادی سنگینی که به عموم مردم وارد کرده، منتها نظام جمهوری اسلامی خب خودش رو جدای از مردم میبینه، معتقده که فعلا تونسته در مقابل اونچه که فشار از اکثری خوانده و میخوانه در واقع بر جای خودش بیسته. بحث دیگری که وجود داشت در صحبت‌های رئیسی و فکر کنم موضوع مهمی است این است که او به عنوان نمونه واکسن کرونا رو آمریکا رو مقصر دونست از اینکه نتونستند وارد بکنند و اینجا جایی است که گفته های او تعبیر میشه به دروغ. یعنی مطرح شده است که او چنین موضوعی رو مطرح کرده و هیچ اشاره ای نشد به اینکه آقای خامنه ای بود که گفت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه. او در واقع آمریکا رو مقصر دونست برای اینکه ایران نتونسته زودتر از این به واکسن دست پیدا بکنه. اما در حوزه مذاکرات هسته‌ای به هر حال همچنان تأکید کردند که باید از سوی آمریکا اقدامی اتفاق بیفته و فعلا می‌دونیم که مذاکرات متوقف شده، منتها طرف آمریکایی هم منتظره که جمهوری اسلامی دست به اقدام و عمل بزنه.
پس با این اوصاف و با توجه به صحبت‌های ابراهیم رئیسی چقدر میتونیم خوشبین باشیم که مذاکرات وین از سر گرفته بشه؟ اگر کوتاه بفرمایید. تصمیم گیرنده در این مورد آقای خامنه ای است و آقای خامنه ای یک جمله کلیدی داشت در یک از سخنرانی‌های اخیرش با همین هیئت دولت جدید. او گفت این جریان به ترتیبی باید حل بشه. این که این به ترتیبی باید حل بشه به زعم من این رو نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی وارد این مذاکرات خواهد شد، حتی با توجه به اون چه که جو بایدن میگه که با متحدان اروپایی و چین در حال تلاشند برای اینکه یک روند دیپلماتیک بتونه برگردونه وضعیت رو به حضور کشورها در برجام، نشون میده که یک میلی دست کم پشت پرده وجود داره به اینکه این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. منتها طبیعی است که دو طرف تلاش میکنند که حداکثر امتیاز رو از همدیگه بگیرند تا قبل از اینکه قرار باشه وارد این مذاکرات بشن. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو، ممنونم از شما. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای شبکه بانکی را موظف کرده برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی سقف اعمال کند. بر اساس این بخشنامه هر فرد حقیقی با کد ملی خود می‌تواند روزانه فقط 20 تراکنش و ماهانه 80 تراکنش واریزی داشته باشد. روابط عمومی بانک مرکزی اعمال این محدودیت را به منظور جلوگیری از سوء استفاده در تبادلات پولی بر بستر کارت به کارت اعلام کرده است. این بخشنامه با واکنش صاحبان کسب و کارهای خرد و مجازی روبرو شده که معتقدند با اعمال این محدودیت در انجام فعالیت‌های اقتصادی و فروش محصولات خود دچار مشکل خواهند شد. مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان اعلام کرد یک سوم دانشجویان در ایام کرونا تعدادی از اعضای خانواده خود را از دست دادند. مجید سفاری‌نیا گفته این داده‌ها نتیجه آمارگیری از 19,000 دانشجوست. وزارت بهداشت و درمان شمار جانباختگان کرونا را حدود 118,000 نفر اعلام کرده. اما برخی مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس را 3 برابر آمار رسمی می‌داند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی عهد بستیم آمریکا را از منطقه اخراج کنیم. حاجی‌زاده در مصاحبه با شبکه خبری المسیره اضافه کرد اسرائیل هم باید در آمریکا، آلاسکا یا اروپا به دنبال محلی برای استقرار بگردد. و همچنین تهدیدهای اسرائیل را بی اساس خواند. در پی انتشار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی درباره سفر گروهی از زائران به عراق بدون رعایت پروتکل‌های کرونا و به صورت دو طبقه در هواپیما، خبرگزاری ایسنا نوشت این هواپیما نظامی است و خبرگزاری فارس هم گزارش داد این هواپیما باری است. به گفته یک مقام سازمان هواپیمایی، هواپیماهای نظامی نیاز به اخذ مجوز ندارند، ولی در صورت انجام پرواز مسافری باید مجوز دریافت کنند که این هواپیما چنین مجوزی نداشته است. تا دقایق دیگر نگاهی خواهیم داشت به آمار و ارقام دروغین وزیر بهداشت و درمان ایران درباره اینکه نیمی از جمعیت ایران واکسینه شدند، در حالی که آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل تنها کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. چالش کلامی رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. جو بایدن بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفت تهران به وعده‌های واشنگتن اطمینان ندارد. نیویورک تایمز نوشت ایران از خود انعطافی نشان نداد. امروز داریم به آمار 45 میلیون میرسیم. ما تا ادعای دروغین وزیر بهداشت و درمان درباره واکسینه شدن نیمی از جمعیت ایران. آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد. گران شدن هزینه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در ایران. میانگین شهریه دانشگاه 20% افزایش یافت. قیمت خوابگاه و ژتون غذای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی هم گران شد. و گزارش ایران اینترنشنال از آغاز جشن سایبانها در اسرائیل. یهودیان جهان عید سکوت را جشن می‌گیرند.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان با ارائه گزارش دروغین گفت نیمی از جمعیت کشور واکسینه شدند. او از تزریق حدود 45 میلیون دوز واکسن گزارش داد. این در حالی است که بر مبنای گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان تا روز گذشته کمتر از 20% از شهروندان دو دوز واکسن دریافت کردند. بر اساس این گزارش رسمی حدود 31 میلیون نفر هم تنها یک دوز واکسن دریافت کرده و در انتظار نوبت دوم تزریق هستند. وزیر بهداشت در نشست کمیته کشوری علمی کووید 19 با اشاره به واکسینه شدن 50% جمعیت کشور گفت تا دو هفته آینده برخی از محدودیت‌های کرونا لغو خواهد شد. بیش از 50% مردم واکسیناسیون انجام شد. ما امروز داریم به آمار 45 میلیون میرسیم. ما تا آخر تیر ما 5 میلیون واکسیناسیون انجام شده و 40 میلیون واکسیناسیون که یه رکورد بسیار عظیمی در دنیا هست و ما در هفته پیش 8 میلیون دوز تزریق رو در یک هفته انجام دادیم و امروز به مرز 45 میلیون رسیدیم و امیدوار هستیم که در چند هفته آینده بتونیم تا 70% مردم رو واکسیناسیون انجام بدیم. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا از احتمال وقوع موج ششم کرونا از اواخر مهر یا اوایل آبان ماه خبر داد. حمید رضا جماعتی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کاهش روند بیماری گفت تزریق واکسن به دانش آموزان با توجه به بازگشایی مدارس کمک می‌کند چرخه همه‌گیری ویروس در کشور شکسته شود و موج ششم شدید نباشد. همزمان مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت برای 6 واکسن مجوز اضطراری صادر شده که واکسن‌های فایزر و جانسون اند جانسون را هم شامل می‌شود. حیدر محمدی گفت مجوز واردات به این دو واکسن از بلژیک و آلمان داده شده و واردات فایزر و جانسون اند جانسون از آمریکا، انگلیس و فرانسه نخواهد بود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان وضعیت همه‌گیری کرونا را در این استان شکننده خواند و گفت باید از عادی انگاری بیماری کووید 19 پرهیز کرد. فردین مهرابیان گفت بیش از 200 بیمار بدحال هم در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های گیلان بستری‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این استان خبر داد. همزمان خبرگزاری تسنیم با توجه به آمارهای وزارت بهداشت از افزایش بیش از 36% تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 از ابتدای هفته گزارش داد. دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای دکتر توفیقی، ابتدا به این آمار و ارقامی که وزیر بهداشت ایران ارائه کرده پردازیم که گفته نیمی از جمعیت ایران واکسینه شدند، در صورتی که بر اساس آمار رسمی ما می‌دونیم که کمتر از 20% جمعیت هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند. دلیل این گزارش خلاف واقع چیه؟ ببینید، دلایل متعددی وجود داره که نشون میده این یک لغزش کلامی نیست که هر مثلا حالا کسی که داره صحبت میکنه وارسان ها ممکنه یک اشتباهی بکنه. اولا در واقع تکذیب نشده این صحبت های غیر علمی ایشون. در ثانی ادامه همون صحبت ها گزارشش رو که وقتی که در روزنامه ایران ما اون رو میخونیم، ایشون میگه که بر اساس همین 50% که واکسیناسیون انجام شده، ما می‌خوایم یک سری از در واقع دستور عمل‌هایی که قبلاً وجود داشته، منظورش محدودیت‌ها هستش، رو دیگه اجرا نکنیم. بعد در انتها یک صحبتی می‌کنه که به نظر من واقعاً شرم‌آوره، در شأن یک استاد دانشگاه نیست. ایشون میگه که خب ما در واقع این واکسن‌هایی که داریم می‌زنیم مثل آب روی آتشه، زیرا از لحاظ روانی برای مردم مفید و مؤثر. ببینید همه اینها، و نکته جالب این هستش که نشون میده یک سیاست کلی هستش که در مجموعه نظام دارن پیگیری میکنن. همین امروز ایسنا یک خبری از آقای دکتر حمید رضا جماعتی دبیر علمی کمیته کشوری کرونا داده که ایشون هم دوباره همین جمله خطای استراتژیک رو تکرار میکنه که از لحاظ علمی غلط هستش و میگه ما 50% افراد جامعه رو واکسن زدیم. همه اینها نشون میده که این بخشی از اون تلاشی هستش که بخوان در واقع اون خطایی که آقای خامنه‌ای در رابطه با بحث واکسیناسیون در کشور انجام داد، ممنوعیت ایجاد کرد و یک کشتار عظیمی که حتی از جنگ 8 ساله هم تا الان بیشتر بوده، چون بر اساس برآوردها ما الان بیش از 270 هزار نفر برآوردهای سازمان بهداشت جهانی در ایران فوت شدن. از طرف دیگه با این کارها میخوان یک چهره منجیگرایانه از آقای رئیسی ارائه بدن که هنوز از راه نرسیده، تونسته همه چیز رو عوض بکنه. من فکر میکنم این تلاش ها عمدتاً یک تلاش
رسانه‌ای است برای تحریف اون اتفاقاتی که در طول این 20 ماه افتاده. اما همزمان می‌بینیم که آمار رسمی هم نشون میده در برخی از مناطق ایران دوباره داره آمار شیوع کرونا افزایش پیدا می‌کنه. شرایط در گیلان و قزوین شکننده توصیف شده. با توجه به این اوضاع و اینکه فصل پاییز هم نزدیک است و تنها 20% جمعیت کشور واکسینه شدن، آیا ما باید نگران موج ششم کرونا باشیم؟ کاملا باید این نگرانی در کل جامعه وجود داشته باشه، مخصوصا با توجه به این که ببینید ما زمانی یک جامعه رو مثلا 50% یا 70% واکسینه به حساب میاریم که میتونه یک ایمنی نسبی ایجاد بکنه، وقتی هستش که اون برنامه واکسیناسیون مؤثر و کامل بوده باشه، یعنی مثلا واکسن هایی که الان در ایران داره استفاده میشه دو دوزی هستش، دو هفته از اون دو دوز که گذشته باشه، خب این یک ایمنی نسبی ایجاد میکنه. اما وضعیت در ایران الان به هیچ وجه عادی نیست. ببینید همین آماری که دیروز اعلام شده هنوز 3 برابر کمترین آماری هستش که در ابتدای شروع این پیک بوده. دیروز حدود 379 نفر فوت شده، ما در ابتدای پیک در اوائل تیر ما چیزی حدود 123 نفر بوده. پس هنوز وضعیت اپیدمی میشه گفت که درسته در حال کاهش ازش، اما کنترل نشده. در ثانی اتفاقات بسیار فاجعه آمیزی داره میفته. ببینید شما همین فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی داره در واقع گردش میکنه، مثلا همون حالا اون مثالی بود از این در واقع هواپیمایی که دو طبقه کردن که آدم ها رو ببرن به بحث اربعین، و شوربختانه این مسئله توزیع شده در تمام استان ها، یعنی یک سهمیه ای برای همه افراد تعیین کردن برن در یک کشوری که اونجا هم واکسیناسیون پایین، کنترل وجود نداره، با گونه های جدید برگردن در تمام استان ها، و خب این نشانه ادامه فاجعه خواهد. ممنونم از توضیحاتتون. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودید. شبکه شش رنگ امروز جشن افتخار مجازی جامعه اقلیت‌های جنسی ایران را برگزار می‌کند. این سازمان جشن امسال را مبارزه علیه تبعیض و سرکوب سیستماتیک و برای یادآوری دستاوردها و لزوم تداوم مبارزه برای احقاق حقوق جامعه دگرباشان جنسی توصیف کرده است. شش رنگ شعار امسال این برنامه را همبسته تا رهایی اعلام کرده است. جشن افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در بسیاری از کشورهای جهان با راهپیمایی و پرچم‌های رنگین کمانی نماد این جامعه برگزار می‌شود. شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ، اینجا در استودیو همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم امین، خیلی خوش آمدین. ابتدا به ما از در رابطه با این جشن بگین و چگونگی برگزاریش. ببینید جشن افتخار همجنسگرایان، دو جنسگرایان و افراد ترنس در تمام کشورها، در خیابونها، در میادین شهرها برگزار میشه. عده زیادی میان، موزیک میزنن، میرقصن، شادی میکنن. ما متاسفانه در ایران از ابتدایی ترین حقوق محروم هستیم و جامعه LGBT ایران نمیتونه از این امکان برخوردار باشه. برای همین هستش که ما برای اینکه بتونیم این امید رو ایجاد بکنیم، بتونیم اساسا بهشون هوای تنفسی بدیم، در فضای مجازی اقدام به برگزاری این جشن کردیم. این دومین سال هست که این کار رو میکنیم. در این حال هدف از برگزاری این جشن توجه هرچه بیشتر خانواده ها به وضعیت بچه هاشون هست که در تحت شرایط قوانینی که در جمهوری اسلامی هست و فرهنگی که غالب کردن، امکان در واقع بروز گرایش جنسی یا هویت جنسیشون رو ندارن. به همین دلیل حمایت خانواده ها بسیار مهم میشه. با برگزاری چنین برنامه هایی که افراد سرشناس، افرادی که مورد توجه جامعه ایرانی هستن، علاقه بهشون وجود داره، دارای یک در واقع اتوریته معنوی هستن، وقتی میان از جامعه LGBT حرف میزنن و میگن یه مسئله عادیه، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره، آدم ها یاد میگیرن که باهاش کنار بیان. هدف ما از برگزاری این جشن و در واقع بیان چنین حمایت هایی این هست که جامعه ایرانی رو با این مسئله آشنا بکنیم و اجازه ندیم که گفتمان جمهوری اسلامی تو این زمینه غالب بشه. امید ایجاد کنیم، امیدواریم که روزی در میدان های شهرهای خودمون این برنامه ها رو اجرا کنیم، ولی این قول رو سال قبل دادیم، نشده. امیدواریم که سالهای آینده چنین امکانی فراهم بشه. بله، همونطور که اشاره کردیم، برگزاری چنین برنامه هایی با توجه به محدودیت هایی که حالا در داخل ایران وجود داره، چه اهمیت و تأثیری میتونه داشته باشه؟ اگه کمی، چون با توجه به اینکه خب در داخل ایران
همونطوری خودتون هم گفتین محدودیت ها هستش. ببینید ما قرار بود این برنامه یک ماه پیش بشه، با توجه به وضعیت افغانستان که متاسفانه طالبان اومدن قدرت رو گرفتن و خیلی فضای غمگینی بود، با مسئله کرونا که همین برنامه قبلی شما هم بهش اشاره کرد و وضعیت مرگ افراد بسیاری در ایران، طبیعتاً ما با اون فضای غم ترجیح دادیم که برنامه رو عقب بندازیم. ولی فکر می‌کنیم که جامعه احتیاج داره که شادی داشته باشه، امید داشته باشه و از این جنبه وجود این برنامه‌ها، برنامه‌ای که ما گذاشتیم، حمایت افراد بسیاری توی این هست که شما خواهید دید توی برنامه‌ای که امروز با وجود علی‌رغم تغییر ساعت در ایران همچنان ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد، شما خواهید دید که چقدر افراد زیادی میان و حمایت می‌کنن. این کار ساده‌ای نیست، احتیاج به اعتماد داره، احتیاج به اعتماد به تشکلی که میزبان هست داره که در این مورد شیش رنگ است، در این حال کار زیادی پشتش خوابیده تا این در واقع پیام‌ها جمع‌آوری بشه. ببینید وقتی شما 16 سالتونه 17 سالتونه تو ایران هستین و متوجه میشین فرق دارین با دیگران، خیلی مهم هست که از جایی بتونید تغذیه بشید، بفهمید کی هستید، کجا هستید و امید پیدا بکنین به زندگیتون. با اون فضایی که در ایران هست، فضای در واقع بسیار سخت قانونی که ایجاد کردن و کنترلی که توی روابط میشه، متاسفانه این بچه‌ها این امکان ندارن. رسانه هم که به این موضوع نمیپردازن، رسانه‌های داخل، برای همین خیلی مهمه که بچه‌ها خودشونو شناسن، فکر نکنن که عجیب غریب هستن. چنین برنامه‌های کمک میکنه که همه مردم با این وضعیت آشنا بشن. ما با در واقع با پذیرش تنوع در بین انسان‌ها به نظر من جامعه انسانی‌تری خواهیم داشت. این برنامه، برنامه جشن افتخار LGBT ایران که متمرکز هست روی وضعیت همجنسگرایان، دو جنسگرایان و افراد ترنس در ایران، بسیار کمک میکنه به این شناخت. بالا بردن آگاهی ما باعث میشه با شناخت از پدیده ها، با شناخت از انواع گرایشات بتونیم اونا رو بپذیریم. در این حال گفتم یه جشن عمومی است، چون نمیتونیم تو خیابونا بگیریم، تو فضای مجازی اجرا میکنیم. ممنونم از شما شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ، اینجا در استودیو با ما بودیم. تا دقایق دیگر نگاهی خواهیم داشت به عید یهودیان که از امروز و به مدت یک هفته برگزار می شود. در اسرائیل و جهان یهودیان عید سایبانها و یا سکوت را جشن می گیرند، عیدی مرتبط با کشاورزی و فصل برداشت محصول که از آیین باستانی یهودیان است. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مرور کنیم بر سرخط خبرها. چالش کلامی رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفت تهران به وعده‌های واشنگتن اطمینان ندارد. امروز داریم به آمار 45 میلیون میرسیم. ادعای دروغین وزیر بهداشت و درمان درباره واکسینه شدن نیمی از جمعیت ایران. آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد. گران شدن هزینه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در ایران. میانگین شهری دانشگاه 20% افزایش یافت. قیمت خوابگاه و ژتون غذای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی هم گران شد. و گزارش ایران اینترنشنال از آغاز جشن سایبانها در اسرائیل، یهودیان جهان عید سکوت را جشن می‌گیرند. سخنگوی دانشگاه آزاد میگوید شهری این دانشگاه بر اساس دو فاکتور عرضه و تقاضا و موقعیت واحد دانشگاهی به طور میانگین 20% افزایش یافته است. احمد حیدری میگوید شهریه به روال معمول سالهای گذشته رشد داشته و تغییر محسوسی نداشته است. همزمان جلال دهقانی معاون تحقیقات فناوری دانشگاه آزاد با ابراز نگرانی از تعداد دانشجویان ورودی و متقاضی ورود به دانشگاه گفته تنها 52% از دانش آموزان وارد دانشگاه می شوند. رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش نرخ اجاره بها و ژتون تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید خبر داد. ناصر مطیعی با اشاره به شرایط شیوع کرونا در کشور درباره وضعیت بازگشایی دانشگاه‌ها از نظر آموزش حضوری و غیر حضوری در ترم جاری ابراز بی اطلاعی کرد. بر اساس نرخ مصوب هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان، نرخ ژتون غذای روزانه دانشجویان 6800 تا 9600 تومان تعیین شده است. نرخ اجاره خوابگاه‌های دانشجویی هم بر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نسبت به سال پیش 14% رشد داشته است.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران همراه ما هستن. آقای غیبی، از همین افزایش نرخ ژتون غذا و خوابگاه دانشجویان شروع بکنیم. چقدر این افزایش قبلا هم سابقه داشته و به طور کل چقدر با واقعیت توانایی اقتصادی خانواده‌ها همخوانی داره؟ افزایش اجاره بها یا همون بحث خوابگاه در دو سال اخیر هم اتفاق افتاده بوده. سال 97 هر یک نفر برای اسکان در خوابگاه فکر کنم 97 هزار تومان هزینه میکرد که رسیده بود برای پایان سال 98 عدد تسبیبی به 154 هزار تومان، که با این افزایش امسال یک چیزی بین حدود 160 تا 180 هزار تومان باید هر یک نفر برای خوابگاه هزینه کنه. اینم نه فراموش نکنیم ما تمام دانشجویامون دسترسی به خوابگاه ندارن. هر یک تخت در پانسیون در مرکز شهر دو سال پیش 500 هزار تومان بود و الان به طور متوسط 1,000,000 تومان برای هر یک تخت دارن هزینه میکنن و باید پرداخت بکنن. این کف قیمت هست و قیمت ها در مناطق مختلف بالاتر هم هست. رو بحث تغذیه هم خب عددی که اعلام کردن تا 9000 خورده تومان اون برای یک وعده است. یک دانشجو در طول روز صبحانه، نهار، شام داره که در نهایت نهار رو میتونه اونجا مصرف کنه و یک چیزی حدود 70-80 هزار تومان هزینه غذای روزانه بجز اون غذایی که در دانشگاه میخوره با اون شاید بتونیم بگیم 80 هزار تومان در نهایت هزینه غذای روزانهش، که خود این در ماه یک چیزی حدود 2,500,000 تومان میشه. هزینه های اسکان، هزینه های رفت و آمد که افزایش پیدا کرده، چه با مترو چه با تاکسی، تمام اینها رو حساب بکنیم بستگی به دانشگاهی که درش درس میخونن و محلی که سکونت دارن حداقل 3 میلیون تومان در ماه و حداکثر 6 میلیون تومان در ماه باید هزینه جاری یک دانشجو بشود برای تحصیل، که این یک اتفاقی میفته یا فشار به سرپرست خانوار میاره که بتونه این هزینه رو تامین کنه. یادمون نره هزینه 3 تا 6 میلیون تومانی در حالیه که حقوق دریافتی یک نفر در سیستم کاری ایران 4 میلیون تومان هست و این هزینه برای یک نفر بسیار سنگین خواهد بود. یا فشار به خانواده میاد یا دانشجو مجبور میشود به سمت کارهای پاره وقت و سیاه بره، که خب این هم تمرکز دانشجو رو از رو درس خوندن و مسائل علمی دور میکنه و در نهایت خروجی خوبی از سیستم آموزشی نخواهیم گرفت. اونور هم پدر خانواده مجبور میشه به فکر شغل دوم و سوم باشه یا در نهایت در صورت ناتوانی به فکر ترک تحصیل بیفته. آقای غیبی، از طرف دیگه شهریه دانشگاه آزاد هم افزایش پیدا کرده، اونم در حالی که می‌بینیم اصلا تقاضای برای این دانشگاه در سال‌های اخیر کمتر شده. در رابطه با افزایش شهریه دانشگاه آزاد و همینطور کمتر شدن تقاضا چه چیز بیشتر می‌دونیم؟ در رابطه با افزایش هزینه خب قابل پیش بینی بود شهریه، چون تمام هزینه‌های خب بالاخره این دانشگاه یک از تأسیسات فیزیکی دارن که هزینه جاری و نگهداری اینها بالاست، هزینه تدریس بالاست، همونطور که افزایش حقوق و شاید تصمیم برای اساتید همین اتفاق میفته، خب یه چیز طبیعی بوده اتفاق افتاده. ولی از اون طرف باید ببینیم آیا این افزایش شهریه مطابقت دارد به واقعیت های اقتصادی خانوار یا خیر و این اتفاق نمیفته، چون در بحث تأمین شهریه و تأمین هزینه های تحصیل دانشجوها مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنن و بعضن ترجیح میدن یا به سمت دانشگاه دولتی برون و اگر فرزندشون قبول نشد از ورود به دانشگاه آزاد و پرداخت هزینه این چنینی خودداری میکنن به امید سالهای بعد. و یک اتفاقی هم میفته که تأثیر مستقیم به ورود به دانشجوها، دانش آموزان به دانشگاه داره، اینه که در حال حاضر مشکلات اقتصادی بسیاره و برخی از این دانش آموزان بعد از پایان دیپلم مجبور هستن وارد فضای کسب و کار بشن برای کمک به معیشت خانواده. ممنونم از توضیحاتتون. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران همراه ما بودید. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. مرکز
مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا در توضیحاتی برای کمیته امنیت داخلی سنا گفت جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد قابلیت عملیاتی علیه افراد و سازمان‌ها در ایالات متحده است. در این گزارش آمده با توجه به تلاش حکومت ایران برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، مقابله با این تهدیدها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مرکز در 5 سال گذشته چند شهروند آمریکایی و ایرانی را در رابطه با تلاش برای ایجاد چنین قابلیت‌های عملیاتی علیه افراد و سازمان‌های آمریکایی دستگیر کرده است. سازمان ملل رسیدگی به حضور نمایندگی طالبان در سازمان ملل را به بعد از نشست سالانه سازمان ملل متحد منوط کرد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار سخنرانی نمایندگی طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل شد. مقام‌های هندی از کشف و ضبط یک محموله 3 تنی هروئین خبر دادند که از افغانستان و از مسیر بندرعباس به این کشور منتقل شده است. بنابر اعلام این مقام‌ها، ارزش این محموله بیش از 2,700,000,000 دلار است. سازمان مبارزه با مواد مخدر هند این محموله آن را در بندری در ایالت گجرات ضبط کرده است. یهودیان جهان از دیروز عید سایبان‌ها و یا جشن سکوت را برای یک هفته جشن می‌گیرند. یهودیان باورمند به مدت یک هفته در سایبان‌هایی که در حیات خانه‌های خود بنا می‌کنند به نیایش می‌پردازند. عید سکوت که به گونه‌ای با کشاورزی و فصل برداشت محصول هم مرتبط است، از آیین‌های باستانی یهودیان است. بابک اسحاقی از برگزاری عید سایبان‌ها یا جشن سکوت در اسرائیل می‌گوید. صدای شفار یا شیپور باستانی یهودیان پایان روزه بزرگ یوم کیپور را اعلام می کند و نمازگزاران از کنیسه ها به سوی خانه های خود راهی می شوند تا اولین پایه های سوکا را در حیاط و یا پشت بام و بالکن های خانه های خود برپا کنند. جشن سایبان ها و یا سوکوت هر سال پس از روزه بزرگ یهودیان برگزار می شود و نخستین آیین آن برپایی سایبانی است که در عبری آن را سوکا می نامند. برخی از یهودیان بر این باورند که فلسفه ساختن سوکا در جشن سایبان ها برمیگرده به خروج بنی اسرائیل از مصر، زمانی که یهودیان در راه رسیدن به ارض موعود برای خودشون سایبان هایی را درست کرده بودند. برخی هم بر این باورند که این جشن نیز مانند جشن های دیگر یهودیان ربطی به کشاورزی و برداشت محصول داره. دیوار سوکا از پارچه و یا چوب ساخته می شود و سقف آن باید از برگ های نخل و یا درختان دیگر باشد. از داخل نیز سوکا را با میوه های فصل و کاغذ های رنگین تزیین می کنند و 7 روز اعضای خانواده غذای روزانشان را در سوکا می خورند و به نیایش می پردازند. اما سوکا تنها آیین و رسم جشن سایبان ها نیست. بازار 4 گونه و یا 4 مینیم در اورشلیم، یکی دیگر از مراسم جشن سایبان ها، تهیه 4 گونه میوه و گیاه است که به عبری به آنها 4 مینیم میگویند. این 4 گونه میوه ترنج و یا بالنگ، شاخه ای از درخت های نخل مرد و بید است که خریداران با دقت بسیار قبل از خرید آن را بررسی می کنند که مبادا لکه ای حتی کوچک در آن یافت شود. این 4 گونه یکی از اونها میوه ترنج و یا بالنگ هست که باورمندان یهودی با دقت برای خرید به اون نگاه میکنند که هیچ گونه زخم و یا لکه‌ای روی اون نباشه. قیمت این بالنگ ها میتونه از 5 دلار تا 1,000 دلار هم برای یک بالنگ کامل و سالم پیش بره. و حال که ما هم 4 گونه را داریم و هم سوکای آماده را، پس تنها چیزی که باقی میماند وارد شدن به سوکا و آغاز جشن سایبان هاست. جشن سوکوت در یکی از خانه های یهودیان ایرانی در اسرائیل، جشن و سروری که هر ساله در آغاز جشن سایبان ها برگزار و خانواده به دور هم جمع می شوند. رقص و شادی و نوشیدن شراب یکی از پایه های فرهنگی دینی یهودیان است که تقریبا در تمامی اعیاد یهودیان دیده می شود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
همچنان بیننده و شنونده مجموع خبر نیمروزی هستید. در میانه این بخش خبری همکارم مهشید دادبه در بخش ورزش از تازه های اون به شما میگه. تاریخ سازی در ورزش زنان ایران، تیم ملی هندبال برای نخستین بار جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کرد. مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا، تیم ملی فوتبال زنان ایران در جدال با بنگلادش. Also der Gewinner des goldenen Schuhs 2021 Robert Lewandowski. و کفش طلای سال در دستان رابرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بالاتر از مسی و رونالدو در صدر گلزنان اروپا. علاقمندان به خبرهای ورزشی، درود بر شما. به این بخش از خبرها خوش اومدید. تیم ملی هندبال زنان ایران با پیروزی در آخرین بازی مرحله گروهی قهرمانی آسیا تاریخ سازی کرد. زنان هندبال ایران دیشب در اردن با پیروزی 38-19 مقابل سوریه ضمن صعود به نیمه نهایی این رقابت‌ها برای اولین بار جواز حضور در رقابت‌های جهانی در اسپانیا را هم دریافت کردند. ایران در گروه B این رقابت‌ها مقابل اردن، فلسطین و کویت هم پیروز شده و بازی خود مقابل ژاپن را واگذار کرده بود. تیم زنان ایران در مرحله نیمه نهایی فردا پنج شنبه ساعت 18:30 به وقت ایران به مصاف کره جنوبی میره. تیم ملی فوتبال زنان ایران در چهارچوب رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان به مصاف بنگلادش رفت. شاگردان مریم ایراندوست امروز از ساعت 13:30 به وقت تهران در اولین دیدار خود در این رقابت‌ها که در تاشکند برگزار میشه با بنگلادش دیدار می‌کنند. این دیدار با نتیجه 1-0 به سود ایران در جریانه. تیم ملی ایران در گروه جی با بنگلادش و اردن همگروهه. چند روز پیش از میخوام 2-0 در دو تیم اردن و بنگلادش در ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند با هم روبرو شدند و این بازی با نتیجه 5-0 به سود اردن به پایان رسید. بله، این بازی 2-0 به سود ایران در جریانه. همزمان با بازی‌های تیم ملی فوتبال زنان ایران در رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا، بار دیگه موضوع پوشش ورزشکاران زن مورد حمله تند برخی از نمایندگان و برخی مقامات وزارت ورزش قرار گرفته. رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً حجاب رو فرهنگ ایرانی نامیده. گزارشی ببینیم از الهام یزدی‌ها در این باره. زنهای ورزشکار ما، دیدار رهبر جمهوری اسلامی با ورزشکاران المپیکی و پارا المپیکی و تاکید دوباره بر حجاب اجباری، این بار تقدیر از پرچمداری با چادر در میادین بین المللی. در جایگاه پرچمداری با چادر، لباس ایرانی زن مسلمان، این رو در مقابل چشم مردم. برخلاف آنچه خامنه ای مدعی است، فعالان حقوق زنان حجاب را یک انتخاب شخصی می دانند، نه فرهنگ ایرانی. مسئله اینه که حجاب هیچ وقت بخشی از فرهنگ ایرانی نبوده، میتونه یک انتخاب شخصی باشه و اینکه با حجاب برن و فرهنگ ایرانی رو نشون بدن یک دروغ بزرگه در فضاهای بین الملل. پوشش مد نظر مقامات جمهوری اسلامی بارها ورزشکاران زن را از میادین بین المللی محروم کرده، مثل حذف تیم ملی امید فوتبال زنان در سال 90 از رقابت‌های انتخابی المپیک. و این اشک‌های کاراتکاها بعد از حذف از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال 92. حالا همزمان با حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا، نمایندگان مجلس به این لباس فرم ملی پوشان حمله کردند. آنها میگویند این پوشش، پوشش زنان ورزشکار ایران نیست. که هر بار که این اخبار منفی در مورد تیم ملی گفته میشه یا در مورد ورزش‌های انفرادی گفته میشه، ما با یک تعداد زیادی از نوجوان‌های دختر مواجه هستیم که میخوان ورزش حرفه‌ای بکنن ولی ناامید میشن و میبینن که آینده‌ای ندارن. حجاب اجباری آینده بسیاری از ورزشکاران زن ایرانی را تغییر داده، چه آنها که هنوز با این پوشش نبردی نابرابر با حریفانشان دارند
و چه ورزشکارانی که به خاطر تن ندادن به آن مجبور شدند از ایران بروند. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج ایران که روزی با حلقه گل مورد استقبال مقامات قرار می گرفت، وقتی دیگر تن به حجاب اجباری نداد از تیم ملی اخراج شد. یا این داور بین المللی شطرنج شهره بیات که جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا را کسب کرد. آشناترین نام در این بین کیمیا علیزاده است، تنها مدال آور زن ایران در المپیک که گفته بود مدال هایش را پای حجاب اجباری گذاشتند. الهام یزدی‌ها، ایران اینترنشنال. الناز رکابی در مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان در روسیه به مدال برنز رسید. او در مجموع سرشته سرعت، سرطناب و بولدرینگ 42 امتیاز کسب کرد و سوم شد. با این مدال رکابی عنوان اولین مدال‌آور زن ایران در رده بزرگسالان را به نام خود ثبت کرد. مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتسال در لیتوانی امروز با برگزاری دو دیدار آغاز میشه. در یکی از دیدارها روسیه نایب قهرمان دوره گذشته با ویتنام روبرو میشه. در دیگر بازی هم ونزوئلا پدیده مسابقات با مراکش مساف میکنه. تیم ملی فوتسال ایران هم که به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله 1/8 نهایی شده، جمعه ساعت 18 به وقت ایران به مساف ازبکستان میره. گروهی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به پرتغال پناهنده شدند. پس از شروع حاکمیت طالبان در افغانستان، اعضای تیم‌های ملی زنان افغانستان در تلاش بودند تا به کمک فیفا به همراه خانواده‌هاشون از افغانستان خارج شوند و به مکان امنی برسند. حالا تایید شده که روز یکشنبه گروهی از این دختران با یک پرواز چارتر به پرتغال رسیدند. کشور پرتغال به این افراد پناهندگی اعطا کرده. مسابقات EFL کاپ با 10 بازی برگزار شد و تکلیف تیم‌های راه یافته به دور بعد مشخص شد. در مهمترین دیدارها منچستر سیتی 6-1 ویکام واندرز رو در هم کوبید. برای سیتی دیبروینه، ماهرز، فیل فودن، تورس و پالمر گلزنی کردند. لیورپول 3-0 نوریچ سیتی رو برد. لیدز یونایتد پس از تساوی بدون گل در ضربات پنالتی فولام رو شکست داد. اما این مسابقات امروز هم پیگیری میشه. برایتون با سوانزی روبرو میشه، آرسنال به مساف ویمبلدون میره، چلسی با استون ویلا مسابقه میده، لستر سیتی مقابل میلوال سفاره میکنه و تاتنهام به مساف وولورهمپتون میره. اما در مهمترین بازی منچستر یونایتد با وست هم امروز از ساعت 22:15 دقیقه به وقت ایران با هم روبرو میشن. گزارش کوتاهی ببینید. دور سوم از مسابقات EFL کاپ انگلستان. منچستر یونایتد وست هم در اولد ترافورد. آخرین تقابل 3 روز پیش در لیگ برتر فوتبال انگلستان. منچستر یونایتد 2، وست هم 1. بازیکنان کلیدی: برونو فرناندز از یونایتد، 5 بازی، 4 گل، 7 شوت در 4 شوت. مایکل آنتونیو از وست هم، 4 حضور، 4 گل، 8 شوت در چارچوب و 3 پاس گل. در 5 تقابل قبلی این دو تیم در تمامی رقابت‌ها یونایتد شکستی نداشت. سری هم بزنیم به مسابقات سری‌های ایتالیا، جایی که اینتر میلان 3-1 فیورنتینا را شکست داد. در ابتدا فیورنتینا دقیقه 23 توسط ریگاردو سوتیل به گل رسید. در ادامه اینتر 3 بار با گل‌های ماتئو دارمیان، ادین ژکو و ایوان پریسیچ دروازه حریف رو باز کرد. در نهایت این بازی 3-1 به سود اینتر به پایان رسید و این تیم به صدر جدول صعود کرد. در دیگر دیدارها بولونیا و جنوا به تساوی 2-2 رسیدند و آتلانتا 2-1 ساسولو رو شکست داد. همطور که در بال می‌بینید، در دیوار پشت سر من می‌بینید، امروز هم 4 مسابقه دیگه برگزار میشه. آسه میلان با ونیتسیا روبرو میشه، کالیاری با امپولی دیدار میکنه، یوونتوس به مساف اسپتزیا میره و سالرنیتانا با هلاس ورونا مسابقه میده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تیم ملی فوتبال مجارستان رو به دلیل رفتار نژادپرستانه تماشاگران در بازی مقابل انگلستان به بازی بدون تماشاگر محروم کرد. فیفا ضمن جریمه 200,000 یورویی فدراسیون فوتبال
مجارستان اعلام کرد به دلیل شعارها و اقدامات نژادپرستانه تماشاگران تیم ملی مجارستان در دو بازی آینده بدون تماشاگر خواهد بود. در جریان دیدار مجارستان و انگلستان در مرحله انتخابی جام جهانی که در مجارستان برگزار میشه، برخی از بازیکنان انگلستان با شعارهای نژادپرستانه هواداران حاضر در ورزشگاه مواجه شدند. رابرت لواندوفسکی برنده کفش طلای سال اروپا جایزه خود را دریافت کرد. Kommen Sie bitte zu uns. Also der Gewinner des goldenen Schuhs 2021, Robert Lewandowski. Karaz Messi. ستاره لهستانی بایرن مونیخ با 41 گل در صدر بیشترین گل زده و بالاتر از مسی با 30 گل و رونالدو با 29 گل در اروپا قرار گرفت و کفش طلای 2020-2021 را از آن خود کرد. بهترین بازیکن سال اروپا و فیفا میانگین بیش از 1 گل رو هم در هر مسابقه برای بایرن مونیخ کسب کرده. لواندوفسکی رکورد 40 گل زده گرت مونر گلزن افسانه‌ای بایرن رو شکسته. باید این رو بگم که مهم نیست اهل کجایید، مهم نیست چقدر کوچیکین یا بی تجربه، مهم اینه که به این باور برسین که میشه در زندگی کارهای بزرگ انجام داد. من خودم میدونم زمانی که جوان‌تر بودم چقدر سخت تلاش کردم. همیشه سخت تلاش کنید، چون دستاوردهای بزرگ به زحمت و تلاش شما بستگی داره. بریم به دنیای تنیس. اندی ماری به دور دوم از مسابقات موزل فرانسه راه یافت. در دور اول این رقابت‌ها در متس فرانسه برگزار شد. اندی ماری از بریتانیا مقابل اوگو هومبرت از فرانسه قرار گرفت و به برتری رسید. مرد شماره یک پیشین جهان ست اول رو 6-4 به حریف واگذار کرد. در ست‌های دوم و سوم اما 6-3 و 6-2 پیروز شد و راهی دور دوم شد. در مسابقات جهانی دوچرخه سواری جاده که در بلژیک برگزار شد، النا ایوانچنکو و گوستاو وانگ در جایگاه نخست قرار گرفتند. در بخش زنان النا ایوانچنکو مسافت 19 کیلومتر و 300 متر در 25 دقیقه و 25 ثانیه تک کرد و اول شد. ایوانچنکو روس 11 ثانیه سریع‌تر از زوی بک استد از خط پایان گذشت و در نهایت آنتونیا نیدرمایر هم با 25 ثانیه اختلاف در جایگاه سوم ایستاد. به پایان این بخش از خبرها می‌رسیم. سپاسگزار از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم سر بزنید. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی وقت خوش. بدرود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. چالش‌های کلامی رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. جو بایدن بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفت تهران به وعده‌های واشنگتن اطمینان ندارد. نیویورک تایمز نوشت ایران از خود انعطافی نشان نداد. امروز داریم به آمار 45 میلیون میرسیم. ادعای دروغین وزیر بهداشت و درمان درباره واکسینه شدن نیمی از جمعیت ایران. آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد. انفصال از خدمت یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به خاطر دفاع از عنوان خلیج فارس. یک استاد دانشگاه آزاد به استفاده از تعبیر خلیج عربی در سایت دانشگاه اعتراض کرد اما اخراج شد. و گزارش ایران اینترنشنال از آغاز جشن سایبانها در اسرائیل. یهودیان جهان عید سوکوت را جشن می‌گیرند. تنش در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. وضعی که دیروز خود را در سخنرانی رؤسای جمهوری دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل هم آشکار کرد.
ابراهیم رئیسی بخش مهمی از سخنان ضبط شده‌اش را به انتقاد از آمریکا اختصاص داد و از مقاومت در برابر تحریم‌ها گفت و اضافه کرد جمهوری اسلامی به وعده‌های ایالات متحده اطمینان ندارد. جو بایدن هم در سخنرانیش تأکید کرد دولتش به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد است. اظهار نظر مقام‌های ارشد دو دولت ایران و آمریکا نشان داد ادامه مذاکرات برجام همچنان با ابهام‌ها و پرسش‌های جدی روبروست. هرچند وزیر خارجه ایران در دیدار با برخی همتایانش در نیویورک از پیگیری گفتگوهای وین گفت. رئیسی در سخنان دیروزش اسرائیل را هم سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند. او در واکنش به حساسیت‌های جهانی درباره تولید سلاح اتمی در ایران هم گفت سیاست راهبردی حکومت ایران بر مبنای فتوای رهبر جمهوری اسلامی حرام بودن تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. رئیسی دیروز از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها گفت، اما در عین حال از ادامه یافتن تحریم‌های آمریکا هم انتقاد کرد و گفت فشار حداکثری واشنگتن هنوز ادامه دارد. امروز همه جهان از جمله خود آمریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. آمریکا به اشتباه فکر می‌کرد ما مستأصل می‌شویم، اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت آمریکا اطمینان نداریم. وزارت خارجه اسرائیل به سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای نوشت دولت جدید ایران به ریاست رئیسی شهری افراطی رژیمی است که بیش از 40 سال به شهروندان ایران آسیب زده است. وزارت خارجه اسرائیل اضافه کرده جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی را محکوم کند و از دسترسی افراطیون حاکم بر ایران به سلاح هسته‌ای و تولید آن جلوگیری کند. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل را خشمگین توصیف کرد و نوشت رئیسی در مورد مذاکرات احیای برجام انعطاف چندانی از خود نشان نداد. نیویورک تایمز همچنین بخشی از صحبت‌های رئیسی را همراه با فریاد گزارش کرد و سخنان او را در تضاد با چهره معتدل‌تر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران توصیف کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد دولتش متعهد به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. بایدن همچنین گفت در صورتی که ایران به طور کامل به تعهدات برجامی خود برگردد، آمریکا آماده بازگشت به توافق هسته‌ای است. او بار دیگر از تصمیم خود برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان دفاع کرد. ایران آمریکا متعهده که اجازه نده ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و باید این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه و ایران به برجام برگرده و باید کاملا به تعهداتش عمل بکنه. ما هم به تعهداتمون عمل میکنیم. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه ماست. بردیا، ابتدا یک گزارشی از مجموعه سخنرانی هایی که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد رو با هشدار جدی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شروع شد. او گفتش که جامعه بشری هیچ وقت با این اندازه اختلاف و با این اندازه تهدید روبرو نبوده و البته رو کرد به دو قدرت بزرگ جهانی، چین و آمریکا، و خواست که اونها پرهیز کنند از جنگ‌های سرد. برای همین نگاه‌ها قاعدتاً معطوف می‌شد به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در این مقام برای بار اول در سازمان ملل سخنرانی می‌کرد و بعداً هم شی جین پینگ رئیس جمهور چین. جو بایدن برخلاف رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ که در روز اول سخنرانیش از این گفته بود که آمریکا اولویتشه و به نوعی پشت کرد به جامعه بین الملل، به نظر میرسه که رو آورد به اینکه اشاره کنه که به جامعه بین الملل برگشته و متحده و همچنین از ارزش‌های سازمان ملل متحد دفاع میکنه و بعد تاکید کرد که
حاضر نیست که جنگ سرد دوباره راه بندازه. او تأکیدی داشت بر اینکه آمریکا متحد خواهد بود در کنار جامعه جهانی برای حل بحران‌هایی چون تغییرات اقلیمی، فقر و کووید 19 و وعده‌های بیشتری داد. این میتونست جالب توجه باشه. اما از سوی دیگه شی جین پینگ وعده‌ای داد که به خصوص در مورد تغییرات اقلیمی رئیس جمهور چین که الان فعالان محیط زیست و حتی نماینده دولت آمریکا جان کری در امور محیط زیستی ازش استقبال کردند. شی جین پینگ سال گذشته در همین مجمع خیلی ها رو شگفت زده کرد، از این وعده داده بود که تا سال 2030 چین دومین اقتصاد بزرگ جهان که اون زمان ممکن بزرگترین اقتصاد جهان باشه آلاینده های کربنی رو به صفر میرسونه و حالا وعده داده که نیروگاه دست از ساخت نیروگاه های فسیلی خارج از چین برمیده و در سخنان او اشاراتی به رقابت با آمریکا نشده بود و البته در سخنان جو بایدن هم اشاره مستقیمی به پکن یا چین نشده بود و تنها اشارات غیر مستقیم به رقیب قدرتمندی که داره استیلای خودش رو گسترده‌تر در جهان میکنه. امروز سخنرانی‌های مهم و اصلی چه خواهد بود؟ امروز از منطقه غرب آسیا عبدالله شاه اردن صحبت می‌کنه و همینطور سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت می‌کنه که احتمالاً اشاراتی خواهند داشت به مناقشات در منطقه، اما از کشورهای قدرتمند عضو شورای امنیت نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسن صحبت می‌کنه، احتمالاً اشارات به تغییرات اقلیمی خواهد داشت. امروز به نظر میسه با وجود اینکه مثل سالهای پیش از همه‌گیری کووید 19 تعداد در واقع نمایندگان کشورهای مختلف زیاد نیست، اما این دیدارهای در حاشیه است که مورد توجه قرار بگیره، به خصوص بر سر مسئله افغانستان. وزرای امور خارجه گروه 20 بر سر مسئله افغانستان گفتگو خواهند کرد و یک نشست جالب توجه دیگه هم نشستیه که به رهبری در واقع وزیر امور خارجه بریتانیا و برگزار میشه، گروه 5 موسوم به گروه 5 کشورهای روسیه، چین، فرانسه و ایالات متحده که عضو شورای امنیت سازمان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و اونها هم قصد دارن بر سر افغانستان گفتگو کنن تا ببینن چطوری میتونن این کشورها یک رویکرد واحد نسبت به طالبان که الان سلطه داره در افغانستان بگیرن. به طور کل کدام موضوعات و محورها در صحبت‌های سران کشورهای جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مشترک بود در حقیقت؟ دیروز تغییرات اقلیمی بسیار بسیار پررنگ بود، دور از انتظار نبود، اما امروز باید توجه کنیم که به هر حال تغییرات اقلیمی درسته که نشونه‌هاش رو می‌بینیم الان هم خیلی از کشورهای دیگه باش دست به گریبانن، ولی چیزی که جامعه جهانی باشه همه کم و بیش دست و پنجه نرم می‌کنن کووید 19. امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میزبان یک نشست مجازی خواهد بود برای حل جهانی بحران کووید 19. ممنونم از توضیحاتت همکارم بردیا افشین، اینجا در استودیو همراه ما بودیم. اما برای گفتگوی بیشتر همراه میشیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد که از لندن همراه ما هستن. آقای شاهی، ابتدا به صحبت‌های روز گذشته رئیس جمهور ایران بپردازیم. چقدر با توجه به صحبت‌هایی که ابراهیم رئیسی داشت میتونیم به بهبود روابط ایران و غرب و همینطور آینده مذاکرات برجام خوشبین باشیم؟ سلام و وقت شما بخیر. اگر که به دوران در واقع کارزار انتخاباتی آقای رئیسی بخوایم خیلی کوتاه یک اشاره‌ای بکنیم، در حوزه سیاست خارجی که از صحبت‌های اصلی که همیشه ایشون می‌کردن این بود که ما برای مناسباتمون با غرب همیشه باید از موضوع قدرت روابط خودمون رو تعریف بکنیم و به نظر من این سخنرانی که آقای رئیسی دیروز در سازمان ملل داشت تا اندازه زیادی اون ایده و ایدئولوژی و گفتمانی رو که آقای رئیسی نمایندگی میکنه رو به شکلی نمایندگی کرد. یک سخنرانی به نظر من بسیار تهاجمی، حتی نوع اجرای این سخنرانی در بعضی از مواقع عملا آقای رئیسی داشت فریاد میزد، یعنی یک نمایش بسیار تهاجمی بود که به نظر من درک غلط اون رو از پروتکل های دیپلماتیک و خصوصا شرایط
سیاسی ایالات متحده رو میتونست روشن و هویدا بکنه با در نظر گرفتن موزه هایی که ایشون در اون نطق سخنرانیشون گرفتن و با اون مسائلی که اشاره کردن، خصوصا در مورد ایالات متحده، همینطور که پیش بینی میشد هم در دوران کارزار انتخاباتشون و هم در چند هفته گذشته، واقعا چشمانداز روشنی وجود نداره که این رئیس جمهور قرار رئیس جمهوری باشه که حداقل این بحران موجود بین جمهوری اسلامی و غرب رو به شکل بهتری مدیریت کنه. از طرف دیگه صحبت‌های بایدن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ بایدن خیلی تأکید می‌کرد که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. با این اوصاف تکلیف مذاکرات وین چی میشه و تمایلی که آمریکا داره بهش نشون میده؟ ببینید، برخلاف سخنرانی‌های آقای ترامپ در مجامع عمومی سازمان ملل در سال‌های گذشته که قسمت قابل توجهی از اونها مرتبط و متمرکز به مسائل هسته‌ای ایران می‌شد، برخورد آقای بایدن به این مسئله بسیار گذرا بود. شاید بیشتر از چند ثانیه در مورد این مسئله صحبت نکردن و اینم به شکلی نشون دهنده اون رویکردی است که آقای بایدن در 6 ماه گذشته اتخاذ کرد. شرایط جوری شده که به نظر میاد این منشی رو که آقای بایدن انتخاب کرده چیزی نیست جز یک در واقع سکوت استراتژیک. الان چندین هفته هست که مذاکرات متوقف شده و همینطور که در واقع کارشناسان ایالات متحده و کارشناسان کشور دیگه مکررن دارن اعلام میکنن، جمهوری اسلامی داره لحظه به لحظه به اون نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک میشه. اما رویکرد آقای بایدن بسیار منفعل بوده و سخنرانی دیروزشون و اون در واقع اشاره بسیار گذرایی که به مسائل هستی ایران کردن خودش نشان دهنده وضعیت فعلی و عدم توانایی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده برای برخورد با چالش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین سخنرانی‌های اصلی امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نظر شما به خوشبینی در رابطه با مناسبات جهانی دامن می‌زنه یا نه باعث بیشتر شدن نگرانی‌ها شده؟ به نظر من همینطور که در سخنرانی‌های دبیر کل سازمان ملل این مسئله مطرح شد، جهانی که ما امروز در اون زندگی می‌کنیم جهانی هست که به مراتب غیر قابل پیش‌بینی‌تر هست. متغیرهایی به قاعده اضافه شده که این متغیرها شرایط روابط بین‌الملل رو بسیار پیچیده‌تر کرده. تنها مسئله‌ای که به نظر من می‌تونه تا اندازه جای خوشبینی داشته باشه که اونم قسمت قابل توجهی از رهبران به اون اشاره کردن، خصوصاً دبیر کل سازمان ملل، مسائل محیط زیستی است. به نظر من مسئله محیط زیستی مسئله ای هست که تمام جهان رو تحت شعاع قرار میده و همینطور که در سالیان گذشته کارشناسان متعددی گفتن، همه ما، کل کره زمین، ما داریم با اون نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک میشیم. گرچه که من واقعا اعتقادی ندارم که صحبت هایی که دیروز و امروز شده در مورد مسائل محیط زیست بتونه در واقع تاثیر عمیقی حداقل در آینده کوتاه روی شرایط بذاره، اما همین که این مسائل وارد گفتمان سیاسی میشن، همین که این مسائل مطرح میشن، خطر شرایط زیست محیطی در پلتفرم های بسیار مهم جهانی مثل مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، حداقل از دید من یک گام مثبت به جلو هست. ممنونم از توضیحاتتون. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن همراه ما بودید. جامعه ایرانیان آمریکا و شورای ملی مقاومت روز دوشنبه در واشنگتن کنفرانسی برگزار کردند و خواستار به رسمیت شناختن اتهامات علیه ابراهیم رئیسی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 شدند. در این کنفرانس چهره‌های مختلفی حضور داشتند و چند سناتور پیشین ایالات متحده سخنرانی کردند. مهمان ویژه این کنفرانس مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا بود که در سخنرانی خود خواستار اجرای عدالت در مورد ابراهیم رئیسی شد. من رئیسی رو وقتی رئیس CIA بودم شناختم. او باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیره، نه فردا، نه هفته بعد، نه سال بعد، بلکه باید او رو الان تحت پیگرد قرار بده. و
من پشتیبان یک ایران آزاد هستم. درود بر شما بابت پایداریتون در این نبرد. اشتباه نکنیم. ابراهیم رئیسی شخصا مسئول کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1367. نام بیشتر از 5000 نفر منتشر شده. اجساد این مردان و زنان شجاع در گورهای بینام و نشان دفن شدند. و چون رژیم فعلی ایران چه در حال حاضر و چه در آینده هرگز اجازه تحقیق درباره این کشتارها رو نخواهد داد، رقم واقعی جانباختگان رو نمیدونیم. هرچند این رقم قطعاً بیشتر از 5000 تاست. اقدامات شما، اقدامات ما، حمایت از عشق ما به مردم ایران باید با پاسخگو کردن رئیسی بابت جنایت‌هاش بر ضد بشریت آغاز بشه. به یاد داشته باشید که او یک مشاور نبود، یک سرباز نبود، او یک جلاد بود. و من میدانم که در این جمع هستند کسانی که عضوی از خانوادهشون قربانی کشتار رئیسی شدند. عزیزان و دوستان، بعضی از شما همکنون در زندان اوین و مکانهای دیگه در ایران محبوس هستند. هیچ کدوم از ما هرگز اونها رو از یاد نمیبریم و براشون دعا میکنیم. شخصیت رئیسی دقیقاً همون چیزیه که خامنه ای از یک رئیس جمهور میخواد. کسی که مطیع دستوراتش باشه، کسی که اراده سرکوب و کشتار ایرانی ها رو تحت فرمان او داشته باشه. این گامی به پیش نیست، این یه عقب گرده. تنها اونهایی که در داخل و خارج کشور مقاومت میکنند میتونن امید رو برای ایرانی ها به ارمغان بیارن. و به همین دلیله که کارهای شما و این جمع بسیار با اهمیت. Senator Jones, thank you so much for your time. My first question is about the reason why you are here. What are you planning to do? Senator Jones, ممنونم که فرصت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. پیام امروز شما برای مردم ایران چه هست؟ I am here because democracy needs to be in Iran. من اینجام چون ایران به دموکراسی نیاز داره. من اینجام تا از مردم ایران حمایت کنم. در سراسر جهان دموکراسی در خطره و ما به مردمی شبیه اینها نیاز داریم تا بر تفل دموکراسی و ایران آزاد بکوبند. من اینجام تا بگم افراد زیادی در سراسر کشور و در سراسر دنیا هستند که ازشون حمایت میکنند. Senator Jones, Raisi is not coming to New York this year. آقای جونز، رئیسی قرار نیست که امسال در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت بکنه. اما فکر میکنید که جو بایدن چه تمهیداتی رو باید در قبال دولت فعلی ایران بیاندیشه؟ Well, first and foremost, I think the president has made it very clear. رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن گفته که در دولت او ایران نمیتونه به کشوری هسته‌ای تبدیل بشه. این مسئله بسیار مهمه. دو دولت البته همزمان مشغول مذاکره اند تا به توافقی برسن و بتوانند درباره مسائل هسته‌ای گفتگو کنند. با این اوصاف به نظرم دولت مانور بسیار سختی باید انجام بده. اما جو بایدن این رژیم فاسد و سرکوبگر رو خوب میشناسه و هر کاری که لازم باشه انجام میده تا دموکراسی در جهان و در ایران حاکم بشه. سناتور آیوت، ممنونم از وقتی که به ما دادید. علت حضور شما در این کنفرانس چه هست؟ میخواید راجع به چه چیزی صحبت کنید؟ در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزاریه، ما اینجا همراه با گروهی از ایرانی آمریکایی ها جمع شدیم تا درباره قصابت و نقض حقوق بشر به دست رئیس جمهور ایران صحبت کنیم. سازمان ملل باید اون رو مسئول بدونه و راجع به اقداماتش تحقیق کنه. به نظر شما دولت فعلی آمریکا جو بایدن باید در رابطه با رئیسی چه کنه؟ دولت بایدن چند تا کار میتونه انجام بده. اولی که در پاسخ به ادامه برنامه هسته‌ای ایران و نقض تعهدات که از سوی بازرسان آژانس گزارش شده، تحریم‌های سفت و سختری علیه ایران وضع کنه. علاوه بر این، در رابطه با نقض حقوق بشر، رئیس جمهوری ایران دستش به خون مردم در جریان کشتار 67 آغشته است. این مسئله باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیره و نقش او در هیئت مرگ روشن بشه. به گمانم عفو بین الملل و سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی در این رابطه شدند.
تا دقایق دیگر نگاهی خواهیم داشت به آمار و ارقام دروغین وزیر بهداشت و درمان ایران درباره اینکه نیمی از جمعیت ایران واکسینه شدند، در حالی که آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون کامل تنها کمتر از 20% شهروندان گزارش می‌دهد.